همین هر اتفاقی که در دنیا بیفته من فقط و فقط به اون فکر میکنم که چجوری برای ایران بهترین سود رو در بیارم. واضح بود صحبت من؟ بله جناب خسروفرور، فقط یه نکته رو میخوام بگم. این بندر انزلی که میگه همون بندر پهلوی که بعدن شد بندر پهلوی، چون میخواستم این رو بدونن که دوستان که اتفاقا این واژه پهلوی رو جزده هم توضیح دم. آره عزیزم حتما. شما میدونید چون وقتی که ما بیاتون دفعه قبل درباره مرگ میرزا کوچک خان مسئله رو شروع کردم بیاتون باشه، بله، و گفتم که ایشون هم به خاطر تمام وابستگی که همیشه به بیگانه داشت در دوران جنگ جهانی اول پول اسلحه‌اش از آلمان‌ها و اتریشی‌ها می‌گرفت. زمانی که دولت بلشویکی با کمک پول آلمان ها به قدرت رسید و آلمان بلشویک ها تحت حمایه آلمان ها به قدرت رسید، یک همه یک معمای تاریخی حل شد. از اون موقع روسا پولش رو میدادن، ولی همیشه جاسوس آلمانی کنار او بود. که وقتی میمیره همون آلمانی کنار او میمیره، اوشون از سرما میمیره در کوهای ماسه. نکته اینجاست که تالشی ها در گیلان، شما دوستان میدونن که تالشی ها در گیلان از اقوام کهن هستن، درسته؟ بله. و این تالشی ها بودن اتفاقات که در میرد دنبال رو میگشتن. و من کنم دیروز به یکی از دوستان خودم که خانوادهش از خانواده قدیمی گیلانه در باره این مسئله صحبت میکرد. خانواده قدیمی هستن، مثلا حالا فامیلش رو نمیخوام بگم، ولی حتی اسم فامیلش یکی از مناطق قدیمی گیلانه. ولی من میگفت که پدر پدربزرگش بهش یعنی پدربزرگش به گفت از پدرش که میرزا کوچک خان مورد تنفر اکثر مردم گیلان بود. دقت میکنی؟ بله. به خصوص تالشی ها، به خاطر اینکه تالشی ها همیشه از هواداران شاهان ایران بودن، به خصوص بعدها خاندان پهلوی خانواده. بله. یه نکته که دربارش کمتر اشاره میشه و همین تالشی ها بودن که زمانی که میرزا کوچک خان فرار میکنه در میبرد دنبالش میگشتن و آخرتر هم اونا بودن که جسدش رو پیدا میکنن به رضاشاه تحویل میدن. حالا چرا به بندر پهلوی داره؟ شما میدونید که زبان تالشی بازمانده از زبان کهن اشکانیانه، پهلوی پارسی، دقت میکنید؟ بله. و اصلا زبان اونها نامش پهلویه. خیلی نکته جالب، یعنی اون بندر واقعا باید اسمش بندر پهلوی باشه. بله. چرا؟ چون اولا هم مال خاندان پهلویه، هم زبانیه که زبان کهن ایرانیه و میگم زبان تالشی تو خیلی شباهت داره به زبان کهن اشکانیان و این نکته هم خواستم اشاره کنم، شاید جالب باشه برای شنوندگان بینندگان برنامه‌تون. نمیدونم اوکی بود براتون؟ بله بله، ما همیشه بیاموزیم. خواهش میکنم. این تالش خانم عبدی، حالا که من میبینم با اشکال نداره، من بعضی موقع از این هاشیه اون هاشیه فرام، چون هرچی ما در واقع تالش بدونیم خوبه دیگه دوستان خودشون. این زبان تالشی، شما میدونید که زبان مردم آذربایجان ترکی نبوده، حتی جد آقای شاه اسماعیل صفوی هم آذری صحبت میکرده. این زبان آذری یک باقی مانده از زبان پهلوی بوده، یه چیزی بین تالشی و کردی بوده. دقت میکنی؟ بله. یعنی این زبان تالشی اتفاقا خیلی شبیه زبان آذری که قدیما در تمام آذربایجان سخن گفته میشد. البته میگم بعضی میگن تالشی بوده، بعضی چی اصلا وارد این بحث نمیخوام بشم. یعنی حالا چون میدونی خردماد بوده دیگه، میدونی که آذربایجان خردماد بوده، اتفاقا آذری و کردها خیلی به هم شبیه هم از لحاظ نژادی خیلی بیشتر. دقت میکنی؟ بله بله. و اینجا فقط زبانشون عوض شده و این یه میگم زبان قدی پهلوی آذری، یعنی من اسمشو قطعا از خودم میگم، حالا کسی ایراد نگیره، من اسمی که من روش میذارم پهلوی آذری یا زبان کهن آذری میگم. مثلا الان همین به هموطن ما که تالشی صحبت میکنن، اتفاقا خیلی گویششون خیلی شد شباهت زیادی داره به آنچه که در آذربایجان همون زبان بابت خورندینا گویش میشد. ولی اشتباه نکنم حتی بزن بگم بیرور همون شهر باکو، بادکوبینا در زمان احمد کسرابینا هنوز چندی وجود داشته که به زبان تالشی صحبت میکردن. این هم یه نکته جالبه. و همچنین زمانی که اون آذربایجان، چون بعضا قبل من گفتم شمال رود عرب هرگز نامش آذربایجان نبوده، این یک دروغیه که پانتورک ها و بلشویک ها در اون ناحیه را انداختن، هیچ وقت اسم اونجا آذربایجان نبوده، اران بوده، قفقاز بوده، زمان قبل از اسلام بهش آلبانی میگفتن، اتفاقا جالب ایران آلبان بوده اسمش آلبانی. میخوام بگم که 1997 خانم عبدالعزیز
زمانی که جمهوری آذربایجان شمالی بغض ادعای از تالشیان اون منطقه ادعای خودمختاری کردن. اینا دوستان اینو میدونستن یا نه؟ بله. اونا گفتن آقا ما اصلا ترک نیستیم و این جریان پانتوتیز هم دوست نداریم و اومدن یک جمهوری خودمختار تالش اصلا اعلام کردن در همون نواحی گنجه و اینا خانم عبدی که نظامی گنجوی از اونجا میاد که البته به شدت سرکوب شدن با کمک روسای پانتورکا. این نکته هم خواستم یادآوری کرده باشم. این ریشه های خود وقتی ما به علی رضا شاه صحبت میکنیم در باره وحدت ملی و پان ایرانیست و میان پرستی رو صحبت میکنیم. خب این نکته هم بگم، امیدوارم که زیاد حاشیه نرفته باشه. خواهش میکنم. خب بریم سر بحث دومتون که راجبه این مسئله که گفتم میرزا کوچک‌خان احتمال خواهی دوستان اینا رو یادآوری کردم. خواستم فقط در آخر چون قسمت رو نگفته بودم از برنامه 50 سال شاهنشاهی پهلوی میخواستم برای اینکه اتمام بشه خاطر بده کنی صحبتمون، دوستان میتونن برن در یوتیوب صحبت قبلی ما رو درباره همین میرزا کوچک‌خان بتمون کنن. میخواستم از همین کتاب برنامه 50 سال شاهنشاهی پهلوی بخونم پایان کار آقای چه اتفاقی افتاد در پایان کار آقای میرزا کوچک‌خان جنگلی. با اجازه شما خواهش میکنم. 26 خرداد ماه 1300 خورشیدی به مثلا 21 میلادی 16 جوان 1321 ترسای میلادی میگه جنگ اتفاق میافته بین قوای نظامی سرهنگ فضلالله خان زاهدی، همون زاهدی که جبهه ملی بهش فحاشی میکنه خانم عبدی، همون زاهدی که توده‌ای‌ها بهش فحاشی میکنه، واقعا یک میهن پرست واقعی بود. فضلالله خان زاهدی به جنگ قوای کمونیستی میره که زیر فرمان همون احسان‌الله خان دوستدار بود که قبلا یاد کردم و سعاد دوله و این بلشویک‌ها شکست میخورن و عقب نشینی میکنن. چهارروز بعد دستی خرداد ماه 1300 خورشیدی به فرمان سردار سپه سرهنگ شاهبختی یک فرماندهی ستون اعزامی رو دست میگیره و به کمک نیروهای روانشاد فضلالله خان زاهدی میره و این جنگ ها ادامه پیدا میکنه که باعث شکست کامل یاغیا میشه. بعد این مسئله که اینجا خیلی مهم برامونه که اینا همیشه خانم عبدی نیرو و کمک از روسا میگرفت، یعنی قوای ایران به جنگ اونا میرفت ولی اینا از بیگانه کمک میگرفتن دوباره نیروهاشون رو به هم متحد میکردن. در این میان هم یه بار گفت قبل دفعه قبل گفتم که بین این سرخا و میرزا کوچک‌خان دعوای شده بود و میرزا کوچک‌خان یه بار به اصطلاح قهر کرده بود رفته بود ولی وقتی اینا شکست میخورن دوباره به هم متحد میشن. اینا هم دفعه قبلم یاد کرده بودم. در چهارم تیر ماه یعنی چند روز بعد همونطور که گفتم کمک برای میرزا کوچک‌خان جنگلی کمک میاد. از چه کسایی کمک میاد؟ 400 نفر از سربازان روس به کمک قوای او میاد و او دوباره تلاش میکنه به زنجان حمله کنه ولی دوباره اینجا سردار سپه نیروهای خودش رو میفرسته و در چهارم تیر ماه اونا شکست میخورن. شما میبینید 600 سرباز روس به کمک میرزا کوچک‌خان جنگلی میاد.